جناب آقای مهندس بهرام مشیری، سلام عرض می کنم. روز از شما جناب مهری گرامی، خسته نباشین. ممنونم از شما. خدمت شما، خدمت هموطنان و دوستان رادیو، همزبانان در سراسر گیتی قربان. قربون شما، امیدوارم که حال شما خوب باشه آقای مشیری. بسیار خوب در خدمتتون هستم. راستی آقای مشیری، امروز با آقای فریدون علوی. بله. میشناسی شما دیگه؟ دوست من هستن آقای علوی. بله. صحبت میکردم در اوکلاهوما سیتی. بله بله. خیلی خیلی ذکر خیر از شما کردند. بزرگوارن ایشون قربان. و خیلی دوست داشتن که شما به تلفناشون پاسخ بدین. قربان. گفتن ایشون خیلی گرفتارن، یعنی شما خیلی گرفتارین. عزیزم من با آقای علوی خب صحبت کردم متوجه چند هفته گذشته. آقای علوی خب فرزند آقای علوی بزرگ هستن. آقای باقر علوی. آقای باقر علوی و من هم خدمت ایشون هم خدمت بله ارادت خاص دارم. عرض می شود که حتما خدمتشون زنگ می زنم پیغامشون رو نگیره. خیلی سلام رسوندن و خیلی ذکر خیر از شما کردن. بسیم که یک بار شما میهمان شهرشون بودین که خاطره های خوش به جا گذاشتین. بله بله بله، یک بار این افتخار نصیب ما شد که سفر دوستان برسیم در اوکلاهاما و دوستان بسیار بسیار بزرگواری رو ما اونجا پیدا کردیم. قربان آقای علوی که از قدیم به ما عنایت داشتن، آقای باقر علوی، قسمت فریدون خان و سایر دوستان هم در اون سفری که بنده رفتم به اوکلاهاما رسیدیم. آقای خواجه نوری اینا. بله بله آقای خواجه نوری و سایر دوستان که اونجا هستن. بله اکیپ خیلی خوبی هستن، دوستان فرهنگ ایران. بسیار بسیار بسیار. بله. خب آقای مشیری، ما امروز نخستین روز هفته رادیو رو میگذرونیم که منظور از هفته رادیو همین هفته گردآوری به حال کمک هاست و آبونمان ها. نمیدونم این رادیو ما به هر صورت مشکلات مالیش خیلی دست و پاگیر شده آقای مشیری. ایداری بیدار. میگن آقای مشیری خوش به حال شما که برنامه ساز رادیو صدای ایران نیستی. عرض کنم قرض این یه عبارتی مرتب بعض اوقات وقتی داری کاری تکرار میشه میگه کردتن بعد اخرا و مردتن بعد اولا. عرض کنم که معنیشو بگیم برای شنوندگان ما. یعنی اون امری که به مرزی که شروع شد باید تکرار بشه و تازه وقتی که تمام میشه باید تکرار شروع میشه. آره. از میشود خدمتتون که نمیدونم آقای مهری، ببینید عرض کنم که وقتی یک مؤسسهی به وجود میاد در خدمت جامعه، انتظارش از جامعه این هست که پشتیبانی بشه و مطلب میخوندم در هر سبب که یکی از نوشته های خواجه نصیر، خواجه نصیر زین سوسی، یه تعریف جالبی از عدالت داده بود ایشون که من ندیده بودم پیش از این. و اون نوشته بود عدالت آن است که وقتی کسی کاری انجام میدهد در برابر اون کار پرداخت بشه. و این عدالت است در جامعه به نظر خواجه نصیر. و آقای آلبرت آینشتاین هم بدونید که بداند که خواجه نصیر چه گفته است، میگوید وقتی شما کاری انجام میدهید در مقابلش پرداخت نمیشود یعنی کار شما بی ارزش بوده. و برگردیم سر سخن نخستین تا اونجا که به رادیو مربوط هست. آقای مهری خب من نمیدونم 15 سال است که من خدمت شما هستم در این برنامه و واقعا بارها هم گفتم این مطلب رو که این رادیو و به خصوص برنامه های شما به رشد آگاهی سیاسی و رشد ذهنیت دموکراتیک در جامعه ما بسیار اهمیت داشته. نمونه هاش عرض کنم نوع شنوندگانی بود و نوع خلقیات و برخوردهایی بود که در اون سالهای اول به وجود می آمد، یعنی نوع برداشت ها و چگونه کسانی که مخالفتی داشتن با امری چگونه برخورد می کردن و بعد چگونه معقول شده و نرم شده و مستدل شده. اینها بر اثر خدمات همین رادیو و سایر رسانه ها بوده که این تمرین رو ما نداشتیم. و گذشته از این رادیو منشأ خدمات بسیاری بوده از لحاظ اخبار، آگاهی رسانی، اطلاع رسانی. و من خیلی تعجب میکنم، پیش از اینم گفتم که چگونه در یک جامعه ایرانی که این همه عرض کنم که قوی حالان در اون هست، یک مؤسسه‌ای مثل رادیو صدای ایران
دچار مشکلات مالی بشود و من خب نمیتونم مطالبی رو بیان کنم اون چه شما فرمودید در باب کارهایی که مردم مروتی کردن و از کنم که زیانهایی که دادن بابت رادیو و اینها، این است که باید همیشه امیدوار بود که هموطنان توجه میکنن و در جواب این زحماتی که شما و سایر دوستان میکشید حداقل به عنوان نمیدونم حق شنیدن، حق و زحمه اینها پرداخت میکنن این مطالب رو، این گرفتاری رو برطرف بکنن. این است که مثلا متاسفم آقای موری که این گرفتاری مالی رادیو همچنان ادامه دارد و من شکی ندارم که مدیران رادیو سعی خودشون رو کردن و میکنن که این رادیو سر پای خود بیستد. این مؤسسه اجتماعی در واقع این رادیو که بخش عمده مسئولیت مالیش باعثی برگردن شنوندگان باشه و خیلی هم مطلب مهمی نخواهد بود اگر واقعا حس مشارکت و همکاری باشه برای نگهداشتش. فکر می کنم انقدر کار مشکلی باشه که یک تعداد از هموطنان مثلا یک مبلغ کمی در ماه پرداخت بکنن که حتی نیازی به این نباشد که آقای حسین مهری دوست گرامی و ارجمند ما بنشینن و عرض کنم که متقاضی باشن که مردم به رادیو کمک کنن. این است که از یک تو باعث تأسف هست آقای مهری و از سوی دیگر هم نمیشه باید که ناامید بود واقعا. ممنونم آقای مشیری. فرمودید 15 سال در این رادیو گفتگو میکنید با بنده. بله. یه سوالی به نظرم رسید با شما در میان بگذارم. خواهش میکنم. به هر حال سخنان شما از طریق این رادیو در جامعه، حالا چه امریکا چه اروپا و چه ایران، پخش شده. همینجوره. از شنوندگان برنامه هاتون چه برداشتی دارید؟ چگونه با شما روبرو شدن؟ اعتراض کردن؟ تصحیح کردن؟ تجلیل کردن؟ چگونه برخورد کردن؟ عرض می شود که حالا اگر بنده عرض کنن که حقیقتاً چگونه برخورد کرده می کنن که ممکن است ما که متهم بشویم به خودبینی، اما نه خب من که شاهد بودم بالاخره اینجا. بله، ولی حقیقت امر آن است که ما در خدمت شما، یعنی وقتی خود بنده این حس رو دارم به محض اینکه مقابل جمع قرار می گیرم یا در مقابل یک میکروفون، از مصالحی که من فکر میکردم ممکن است حالا این سخن به نفع نباشد، به نفع من، به مصلحت من نباشد، این را نگویم، هر موقع این فکر رو من کردم دو برابر اوریانتر صحبت کرد. اونجایی به خود من مربوط است، یعنی کاملا صادقانه و بدون در نظر گرفتن هیچ مصلحتی ما مطالب رو بیان کردیم و اون چه در چنته داشتیم در واقع که حاصل 40-50 سالی مطالعه بوده که حالا اینم باز منتی نیست، این برای خودم بوده. من هرگز تصور نمی کردم در یک روزگاری که بنده کار من به رادیو بکشد یا در تلویزیون باشم، هرگز همچین تصوری واقعا از مخیل من نگذشت. شبی که ما و آقای دائمی برخورد کردیم در منزل فرید فرجاد که بارها ذکرش رفته، برای خود من بوده و ما هر چی دارم. و از اون روزی که پای من به رادیو رسید و در مقابل جامعه قرار گرفتم، برای که عقب نمانم و خدای ناکرده خیانتی نباشد در گزارش مطالب شنوندگان و بینندگان، بسیار کوشیدم من که از خودم عقب نمانم و زندگی من یک سره در مطالعه گذشته و میگذرد همچنان. و شنوندگانم پاسخ دادن، هموطنان ما بسیار بسیار قدر شناس هستن، خلاف اون چه بعض از کنم که هموطنان محترم ما میگن که مردم ایران قدر شناس نیستن، درست برعکس اون رو من دیدم، هم در باب خودم هم در باب شما آقای موری که حضور ندارید در جایی که من هستم، به جهتی که شما در رسانگیری هستم، من مسافر بسیار میکنم، مردم ما عرض کنم که سره رو از ناسر خوب تشخیص میدن و دوغ رو از دوشاب به قول معروف و بسیار قدرشناس زحمات بیشاهبه هستم. همینقدر میتوانم خدمتتون مختصر کنم که عرض کنم که من چه میشنوم و چه شنیدم از هموطنان در پاسخ این برنامه ها، به خصوص برنامه های در خدمت شما بودم چهارشنبه شبها و در میان کسانی که به ما عرض کنم که به قول این فرنگی ها میگویند فیدبکی دادن، از همه اقشار جامعه بودن، از پزشکان بودن، اساتید دانشگاه بودن، مردمان عادی بودن، عرض بکنم که کارگران، رانندگان، نمیدانم معلمین،
خانمهای خانه‌دار از همه گروه و طبقه و قشر و اینها بودن و جز قدرشناسی و در واقع ذکر این مطلب که این برنامه ها سبب روشنی در جامعه هست و این مطالب عرض کنن که مفید هست، من چیزی تا به امروز واقعا نشنیدم. البته اتفاق افتاده است که هموطنی با خط فکری ما مخالفت داشته که اون رو هم با احترام بیان کرده در واقع، یعنی ما عرض کنم که با تندخویی و خشم هموطنی هنوز روبرو نشدیم بابت مطالبی که خدمت شما گفتیم در رادیو. آقای مشیری، شما پیش از این که کار تلویزیونی بکنید به حال بیزنس داشتید؟ بله. در اون دوران هم مطالعه میکردیم؟ بله. شدت امروز این داستان مطالعه و اینها هم مربوط است به عادت. از این شود که ما از بچه که بودیم این منزل ما عرض کنم شیوه قدما بود، یعنی کسانی که اون روزگاران در منزل ما رفت آمد داشتن میدانن، زنانه و مردانه بود و عرض شود که من در بخش زنانه بودم دائم، که البته خیلی کم سن و سال 6-7 ساله و اینها، و رفته رفته این خواندن رو ما قبل از به مدرسه برویم یاد گرفتیم، آقای بوری به ما یاد دادن در خانه و بعد اونجا به خصوص در فصول زمستان و اینها بنده کتابخانه بخش زنان بودم قربان. هم بلند میخوندین اونا گوش میگردن؟ بله بله، از کنن که کتاب های هم سنتی بود دیگه، از پنجگنج نظامی، شاهنامه فردوسی و آثاری از این دست و از این قبیل بود که میخوندیم و این عادت شد در واقع، این از صورت که مطالعه در کتاب و اینها عادت شد. و میخواد خدمت شما واقعا عرض کنم که وقتی من 16-17 ساله بودم، این رو خیلی ساده خدمتون بگم، بخش اعظم مطالبی که امروز من میدانم و خدمت هموطنان در باب سخن میگم در همون 16-17 سالگی من این رو میدانستم. اون چه مربوط به تاریخ ادبیات است، مربوط به سعدی است، مطالب مربوط به حافظ، شاهنامه فردوسی، یا عرض کنم که تصویر عمومی تاریخ ایران، میدونم تاریخ اسلام، این چیزها. بعد پای ما باز شد البته به دانشکده افسری و در اونجا فرصت مطالعه کم بود که ما شبا بعد از اینکه بچه ها میخوابیدن گاهی اوقات عرض کنم که دوزاره به اون پشتبان میرفتیم و اونجا ممکن بود کتاب بخوانیم، ولی فرصت کم بود. تا اینکه بعد آمدیم آمریکا و اینها که همچنان ادامه یافت. اینجا خوشبختانه من توانستم که منابع و مآخذ بسیار بسیار وسیع‌تری پیدا کنم، که البته در ابتدا مشکل زبان داشتم مثل همه کسانی که اینجا میان، و بعد مشکل زبان که رفع شد مثل هم بود که به یک گنج شایگان دست پیدا کردم در این کتابخانه دانشگاه که میرفتم و اینها. و خوشبختانه در آمریکا به قدری مآخذ و منابع در همه رشته ها هست که هر کسی میتواند واقعا خود رو ایجوکیت بکنه. این قضایا ادامه یافت تا امروز که خدمت شما نشستیم و چهارشنبه شب هست 29 از ماه اکتبر صحبت میکنیم. قربان. آرمشه، این کتاب خونه که می رفتین راجع به ادبیات فارسی هم آثاری داشتن به زبان انگلیسی؟ از شبت که خب بله، بعض اوقات شما می توانید یک کتاب پیدا کنید که در باب فرض کنید تصوف ایران سخن گفته، یا در باب مثلا فرض کنید ادیان ایرانی. اما نیاز من این نبود که در باب ادبیات ایران در منابع انگلیسی پرسجو بکنم، چون فکر میکنم که منابع ادبیات هر زبان رو در اون زبان بایستی پیدا کرد. بیشتر مطالب مربوط به تاریخ و عرض کنم که بیشتر قضایای فلسفی که خیلی من تشنگی داشتم نسبت به این مطالب تاریخ فلسفه و اینها، بیشتر جستجوگر اینها بودم. مطالب مربوط به فرض فرمایید که انقلاب کبیر فرانسه، مطالب مربوط به یونان باستان، قضایای مربوط به رنسانس، مطالب مربوط به عرض کنم که علوم، اینها خیلی خیلی مهم بوده برای من، به خصوص این تاریخ علم و پیدایش علوم عقلی، چگونه فلسفه رد کنم که فلسفه زایا این حکمت عقلی رو به وجود آورد و چگونه حکمت عقلی توانست رد کنم مادرنیتی رو به وجود بیاره. این یک فرایند بسیار پرهیجان و همه جانبه و عمیقی است آقای مهدی. اینها مآخذش رو من در اینجا دیدم قرآن و در متون انگلیسی خواندم تا اونجایی که دستم رسیده. شنوندگان گرامی، با آقای مهندس بهرام مشیری گفتگو می‌کنیم. در خلال گفتگوی با ایشان خواهش می‌کنم
زنگ بزنید به 310-888-2811 310-888-2811. تا کنون بیژن خان چند نفر از یاران رادیو زنگ زدن؟ 15 نفر. آقای مشیری صحبت از فلسفه کردیم، من نمیدونستم انقدر علاقمن بودیم به فلسفه. کدام یک از فلاسفه معروف جهان رو دوست داری؟ عرض میشه به خدمت شما که قدیم یا جدید آقای مورید فرق نمیکنه، به حال یکی هستش که بر همه برتری داره. مثلا شما درباره من میدونین که بله. ببینید عزیزم، اگر ما بخوایم از دیدگاه اخلاق نگاه کنیم، البته سقراط که گفت نگاه فیلسوفان رو از عالم به آدم متوجه ساخت، این خیلی کار بزرگی بوده سقراط بزرگ. اما تا اونجایی که به ایراد مباحث فلسفی مربوط هست و شیوه بیان مربوط هست و ایراد تمثیل و استنتاجهای های فوق‌العاده و دیالوگ های شورانگیز هست، افلاطون هنوز نظیری پیدا نکرده. و تا اونجایی که مربوط به عرض می کنم که تولید علم بوده باشد، در دنیای قدیم ارسطو حقا بی نظیر بوده و یک چهره شگفتنگیز هم در یونان قدیم بوده است که امروز چهرش درخشانتر و درخشانتر است و او دموکریتوس بوده، یعنی همون کسی که برون شد که جهان یا اتم است یا خلق و این بنیانگذاره عرض میکنم دانش اتم، اتم شناسی و فیزیک اتمی و سخنانش هنوز هم شگفت‌انگیز هست. زیمقراط. بله زیمقراط. دموکریتوس و عرض کنم شاگردش لئوسیپوس، اینا خیلی مهم بودن. و این که فرض کنید در 500 سال پیش از میلاد یه کسی جهان رو بدین گونه ببیند که جهان یا خلق یا اتم، این خارق العاده بوده، خارق العاده بوده. یعنی آقای مشیری اون موقع که به حال نه سیستم علمی در جهان وجود داشته نه تکنولوژی فهم قضايا. درود بر شما، درود بر شما. اتفاقا عظمت قضیه هم همینجاست آقای موری، اتفاقا عظمت قضیه همینجاست که این شخصیت های یونانی در روزگار بدون اینکه آزمایشگاهی باشد، بدون اینکه وسائلی برای آزمونگرایی باشد و استنتاج از طریق آزمایشگاهی، اینها این نظرات شگفتانگیز را آوردند. و این آقای دموکریتوس از اون شخصیت های بسیار بسیار خارق العاده است و از شبت که البته ارسطو با او مخالف بود، اما بعدها معلوم شد که چه میزان درست گفته. میگوید عرض کنم ظاهرا شیرینیست و شوریست، ظاهرا تلخیست، اما هرچه هست خلأ است و اتم هست و اینها برمیگرده به طرز نشست اتم ها. و این دموکریتوس هم شخصیت فوق‌العاده است در دوران قرون وسطی هم که البته ما کسی نداشتیم. دکارت خیلی اهمیت داره. بیکن رو من خیلی دوست میدارم آقای مهدی که باقر العلوم که ما میگوییم که ما حضرت ما محمد باقر بوده است، باقر العلوم در واقع بیکن بوده آقای موری. باقر العلوم بیکن بوده است، فرانسیس بیکن انگلیسی، که این در حقیقت عرض کنم راه برون رفت از ظلمت رو بیکن به جهان یاد داد آقای موری. مرد و سیاست مدار عرض میشود که و فیلسوف، و این بت‌های فکری او از زیباترین آثار فلسفی تاریخ هست و اوست که انسان رو از شر عرض می‌کنند که بت‌های ذهنی رهایی بخشید. فرانسیس بیکن شخصیت بی‌نظیری است. در این رهگذر هم البته بسیار فیلسوفان بزرگی آمدند، مثل فرض کنید که اسپینوزا و عرض کنند که هگل. اتفاقا چند دقیقه پیش داشتم به کارهای شوپنهاور نگاه می‌کردم. شوپنهاور هم من خیلی دوست دارم که چگونه عرض کنم که در تعارض با هگل افتاده بود و بقیه ماجرای بسیار شورانگیز. عرض می شود که تا می رسیم به آقای راسل و ویتگنشتاین و اینها که معاصرین هستند، داستان بسیار بسیار شیرینی است. و می خوام خدمتتون عرض کنم که جامعه بدون فیلسوف جامعه به خواب رفته است و زایا نخواهد بود به لحاظ فکری. میسر نیست جامعه بدون فیلسوف باشد و بتواند ادعای عرض کنم که روشنفکری بکنند. این است که اینها مهم بودن، گرچه خود فلسفه عرض شود که ممکن است که چیزی به اثبات نرساند، اما محرک فکر بوده و سایر دانش ها از اونجا زاییده شدن. اول فلسفه است. امشب آقای بیل کلینتون
در معرفی اوباما به مردم آمریکا میگفت هر رئیس جمهوری 4 شرط لازم دارد. اول فلسفه، گفت اول فلسفه، بعد گفت پالیسی، بعد گفت که قدرت تصمیم گیری، و چهارم قدرت اجرای اون مراسم. این است که همه چیز از فلسفه آغاز میشه آقای موری. و عرض کنم که اینکه عرض کردم فلسفه یعنی در واقع نگرش انسان پخته به زندگی باید فلسفی باشد. حتما آدم نباید برود و نمیدونم دکترای فلسفه داشته باشد. انسان میتواند که نگاهش، من نجار دیدم که نگاهش فلسفی، بقال، آهنگر، من نمیشن اصلا نگاهش کاملا به دنیا نگاه فلسفی، یعنی از یک فراز شکوهمندی به زندگی نگاه میکنه و از تنگ نظری ها بیرون رفته و یک افق بسیار دورتری رو عرض میکنم از اقران در نظر میگیره. این بسیار بسیار عرض کنم که مفید. فلسفه به انسان بسیار چیزها یاد میده. آقای موری، آقای مشیری، نیچه، فیلسوف آلمانی، فردریک ویلهلم نیچه، از عشاق آثار شوپنهاور بوده که شما ذکری از اون کردید. میگه یک روز در کنار رودخانه میگذشتم، کتابهایی رو که کتابهای کهنه‌ای که چیده بودن کنار ساحل نگاه میکردم، چشمم خورد به یک کتابی به نام جهان از دید اراده و اندیشه. بله، این بهترین کار شوپنهاور. بله، میگه این رو من خریدمش به قیمت ارزانی، رفتم منزل، دیدم با چه دریایی رو برو هستم. همینجوره قربان. و تمام زندگیش با اینکه خودش فیلسوف مستقلی است، ولی در واقع برخوردهای فکریش با شوپنهاور و همچنین اثرگیریهاش از شوپنهاور در خور اهمیته، که البته خب اینجا جای طرح مباحث اونها نیست، ولی همینقدر که نام بردید. راجع به این که جامعه بی فیلسوف جامعه نیست، هم آقای مشیری یه چیزی یادم افتاد. ما زمانی که دانشسرای عالی می رفتیم، نمیدونم سال اول تموم شده بود، سال دوم تموم شده بود، به حال ما در علوم تربیتی می خوندیم برای آموزش زبان انگلیسی. بله درسته. در نتیجه یکی از دوستان ما که حالا فوت کرده، شاعر معروفی بود، فخردین مزارعی، ایشون آمد به من گفتش که یه خانم آمریکایی هستش توی خیابون درختی، این انگلیسی یاد میده، تابستونی بریم یه ما انگلیسی بخونیم پیشش. گفتیم باشه. رفتیم، یکی از حرفایی که او همیشه میزد میگفت جامعه بدون نجار، بدون گلوله کش نمیتونه زندگی کنه، ولی بدون فیلسوف میتونه. این نکته خیلی دل منو به درد میورد، یعنی برام دلگیر بود چنین حرفی. خود من از همون زمان از دلباختگان فلاسفه بودم. بله بله. از که با اون خانمه خیلی بد شدم، با اون خانم امریکایی. اینشون عرض کنم که زندگی رو به وجه دیگر نگاه کرده. در واقع یکی از فیلسوفانی که سخنش به ذوق میزنه، یعنی ذوق رو میزنه، هر چقدر که خب طبقا من دیشب در باب صحبت میکردم، اپیکور یا اپیغور میگوید که سرچشمه همه لذات، لذات شکم است، معده. این صحبت هر چقدر که هم درسته هم مغالطه آمیزه. درست از این هست که خب انسان احتیاج به خوردن داره، دادم نخوری که خب شکم خالی که نمیشه کاری کرد. اما اینکه این اندیشه که عرض کنم که همیشه این قضیه رو مقدم بداریم که حالا شکم خیلی مهم هست، زیان داستان اینجاست. یعنی در مقابل، فکر میکنم افلاطون هست که گفته این لذات از خرد و تفکر سرچشمه میگیره و حکمت، ایشون گفته از نخر چنین نیست، از شکم هست. و این هم که گفته است که بدون فیلسوف زندگی میکند و بدون لوله کیف زندگی میکند، خیلی پرکتیکال زندگی نگاه کرده و خیلی عرض کنم که قضیه رو کوچک کرده. آقای مهدی، من هم اگه بودم باش خوب نمی بودم آقای مهدی. بله، حالا اسمشم من فراموش کردم. بله، اون بانوی خیلی خانم محترمی البته بود، ولی خب دید، به نظرم دیدگاه
عملگرای آمریکایی داشت. بله بله بله. که میگفت جامعه بدون فیلسوف ممکنه بله. به حیات خودش ادامه بده. بله، عرض می‌شود که این که علم در یک صحرای فلسفی باید مطرح بشه، این در اروپا بدین وجه بود. آمریکا پرکتیکالیتی قضیه رو در نظر میگیرن. یکی از شکایات اینشتین در آمریکا که آمده بود در زمستان این بود که میگوید که علم در آمریکا میگوید که has been reduced to pure practicality، یعنی که این علم فقط موضوع عمل و استفاده عملی ازش مطرح شده، در حالی که از اون شود که مراتب علم بالاتر از این هست و ما فقط نباید به این فکر کنیم که با این علم چگونه میتوانیم یه چیزی بسازیم که بفروشیم و پولی به دست بیاریم. امریکا جامعه عملی است در واقع، اما عرض کنم که اروپا وجوه دیگر رو هم در نظر داشت. این فرهنگ علمی اروپا، این اتفاقا تفاوت ها در اینجاست و در این باب هم البته سخن بسیار هست. آقای ما اروپا قاره کهن و فلسفه کهنه. بله بله، یعنی مدنیت اصلی از اونجا آمده. آقای خب آقای باشیری، این صحبت از چیز کردین، این صفات چهارگانه یک رئیس جمهوری، اول فلسفه، دوم سیاست، سوم نیروی تصمیم گیری، چهارم نیروی اجرای تصمیم. روز بر شما. شما این چهار صفت رو در کدام یک از کاندیداهای فعلی میبینید؟ هر صفت که اینا رو بیل کلینتون گفت، نه؟ بله بله، بیل کلینتون امشب اولین شبی بود که به جد آمده بود و آقای اوباما رو معرفی کرد و گفت که این مرد چنین است و چنان است و تا اونجایی که من مطالعه کردم بیل کلینتون میگفت این چهار صفت رو آقای اوباما داره. از اونجایی که ما از آقای اوباما چیز زیادی ندیدیم. آقای مکین مرد بسیار مجردی، بسیار بسیار مرد خوبی است این آقای مکین، آقای موری، ولی متاسفانه و من داشتم فکر میکردم که ببینم مشابه مکین ما که داشتیم در وضعیت، رسیدم به قوام سلطنه آقای موری. این قوام مرد بزرگ سیاست ما بوده، یعنی به لحاظ سیاست محض، من کاری به خلقیات و اخلاق و این حتا ندارم، قوام بی‌نظیر بوده، یعنی اون مردی بوده است که احترام و استقلال به آفیس نخست وزیری ایران آورد و مردی است که از کنم که سیاست منطقه رو میشناخت. لگسی او هم داستان همین رفتن به مسکو و موضوع نفت شمال، بیرون کردن روس‌ها و اینها بود. بعد آمد پیران سر به خاطر جاه طلبی ها که داشت و فریبی که خورد از این مسیر، آمد زمانی قوام برای آخرین بار از کنم که گامی برداشت برای قدرت که صحوای مملکت و کشور به گونه دیگر بود، یعنی حرکت اجتماعی مردم به سوی دیگری بود، اما قوام با همون زبان سیاست کهن سخن میران. این داستان که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که از کبر او و کبر سیاسی او حکایت ها دارد، زمانی گفت که اساسا وقت این کارها نبود، مردم جستجوگر چیز دیگری بودند، مرد دیگری در میانه میدان بود که مردم او رو دوست می‌داشتند. اینها میگن این شعر رو ارسنجانی بهش تحمیل کرده، این شعر از من شعر عوض هم کرده، این شعر از منوچهری دامغانی و در ساختن شراب است. کشتنیان را سیاستی دیگر آمد، در باب انگور، یعنی انگورها که قرار بود کشته بشن به دست شرابساز یا باغبان، ایشون کردش کشتیبان. چه کسی تحمیل کرد بهش قربان فرمودی؟ ارسنجانی. خب به هر صورت هر کی تحمیل کرد خوبی تحمیل. اصلا میگن اون بیانیه رو ارسنجانی نوشته. بسیار بسیار بیانیه بدی بوده آقای بود. مقصودی که پیران سر قوام ستر خائب و خاسر از میدان سیاست بیرون رفت. آقای مکین هم لگسی خوبی داشت و این مرد در سنای آمریکا خدمات ارزنده کرد، اما برای این که مدیریت خوبی نداشت و صحوای کشور امروز به سوی دموکرات ها، صحوای سیاست آزاد شدن از شر عرض میکنم این دستراسی ها و نیوکان هاست که در این 28 سال گذشته 20 سال در دست اینها بوده سیاست آمریکا. بنابراین مکن ضمن این که مرد صحیحی بود در نقطه غلط از تاریخ ایستاد
و شکست یافته از این میدان بیرون خواهد رفت و 6 روز دیگر عرض کنم که با قید احتیاط عرض می کنم که باخته کار تمام آقای موحد. اما از جبه که مکن مرویس بسیار بسیار مستقل در رای، این مبریک مبریکی که به خودش میبنده درست میگه، مستقل در رای، مقتدر و انسان بسیار بسیار خوبی. ولی آقای اوباما امروز میگفتش که او مبریک نیست بلکه سایدکیکه. خب اینا جوک داره بودن امریکایی ها که بله he's not a maverick he's a sidekick. ولی حتی اقدم این است که خود آقای اوباما هم قلبن برای آقای مکن بسیار داره و هر شبت که اینا مکن بنابراین دیگه از مکن سخن گفتن مثل از قوام سخن گفتن از بعد از قیام سی تیر. این است که میرسیم به آقای اوباما. آقای اوباما به قدر کافی تجربه ای ندارد که ما بدانیم واقعا چگونه رئیس جمهوری خواهد شد، اما این که فلسفه او به گونه ای که آقای کلینتون امشب ابراز میکرد ساختن آمریکا از پایین به بالا نه از بالا به پایین، یعنی ساختار اقتصادی مملکت رو از طبقه پایین و متوسط باید ساخت، این از ریگان میراث ریگان که به دست بوش ها افتاد، این بود که از شبت که از بالا ما ثروت ها رو بدیم به اون 1% بالا، اینا قد بخورن که شکمشان پر بشه، از حلقومشان تریکل بکند به طرف پایین و گیر بقیه هم چیزی بیاد. این سیاست اینها بوده، کار نکرده و اوباما. بنابراین فلسفه او در باب اقتصاد امروز این است که از پایین باید ساخته بشه. این که اوباما چه میزان ببینید اساسا عظمت رئیس جمهور آمریکا آقای موری این decisiveness به قول خودشون قاطع تصمیم گیری در مواقع خطر و محاسبه ایست که رئیس جمهور در مواقع اضطراری می کند. ما نمی دانیم این مرد در این آزمون ها نبوده، اما به نظر میاد که توانش رو داره. من فکر می کنم آقای اوباما از کنم به یک صفت بسیار خوب که داره خیلی هامبل هست، خیلی خاضع هست و این که دست کمک دراز میکند به شخصیت‌های خوب و مجرب. من گمان میکنم عرض کنم که اگر ضعفی هم خود او داشته باشه توسط مشاوران خوبی که انتخاب خواهد کرد این ضعف برطرف خواهد شد. گمان میکنم آینده خوبی در پیش باشه و چون هموطنان ما عرض کنم که نگران این هستن که این با آخوندها چه خواهد کرد، من فکر میکنم که حتی برخوردهاش هم احتمالاً خیلی قاطع خواهد بود با جمهوری اسلامی، به لحاظ اینکه محاسبات کسانی که ما با اینها صحبت میکنیم اینها خطاست و وقتی دیگر برای صحبت با آخوند و ملا نیست و 5-6 سالی رو ملایان اطلاف وقت کردن و عرض میشود که فکر میکنم برخورد اوباما هم با اینها قاطع باشد وگرنه منافع آمریکا به خطر میفتد. این است که مکن رو لطفاً بازنده اعلام کنید. آقای ماشینی من یه سوالی دیگه دارم. یعنی این از دیدگاه انسانی بهش میخوام نگاه کنم. بله. این آقای بیل کلینتون که همسرش که از دیدگاه او شایسته رئیس جمهور شدن بوده، حالا به حال در جامعه هم بودن کسانی که او رو شایسته میدانستن، این واقعا از ته دل از آقای اوباما تعریف میکنه؟ درود بچه آقای موری، مطلب خیلی دقیق عمیق و اساسی رو مطرح کرد. یعنی این که ببینید که فرایند دموکراسی چه عظمتی دارد که یک کسی میگفت که آقای خانم کلینتون زخمیست، کسی که او رو شکست داده، آرزوهاش رو برباد داده، چگونه میخواد در صورت این نگاه کنه؟ اما وقتی به این مطلب به مملکت و حزب میرسه و سرنوشت حزب و عرض کنن که سیاست های دموکرات ها، میبینیم که چگونه اینها همه متحد میشن و قضای شخصی رو یک سره به دور میریزن. هیچ دانسته نیست که ته دل آقای بیل کلینتون که در یک قدمی بود دوباره به کاخ سفید و خانم او که حقیقتاً زن شایسته و لایقی است و اینا شکست خوردن از آقای گیره، ببینید این دموکراسی است که این انسانیت رو به انسان تحمیل می‌کند که قضایای شخصی تلقی نشود، کینه و دشمنی نباشد. امشب آقای اوباما میگفت من نیازمند کمک آقای کلینتون و خانم کلینتون هستم و کلینتون گفت وقتی که موضوع سقوط این بازار ارز پیش آمد
به من زنگ زدین آقای اوباما، از من نظر خواست، از مشاوران اقتصادی من نظر خواست، به خانم من زنگ زد از مشاوران اقتصادی. یعنی سیاست به طور کلی رنگ دیگری و مکانیک دیگری داره اینجا تا سیستم های استبدادی که شمشیر و خنجر و شکمپاره کردن و توطئه و اینها همیشه. اما بدین جهت نیست، در این 35 سالی که بنده مشاورگر فرآیند سیاست در آمریکا هستم همیشه به این وضع بوده، یعنی که رقابت تا نهایت درجه و وقتی شکست خوردی به نفع حزب کنار رفتی، بایستی که همیشه اینجور بوده که برگردی باز با اون کسی که برنده شده او رو پشتیبانی کنی تا سیاست های حزب پیشتر بکند و برای مردم کار انجام بشه. این نکته خیلی خیلی مهمی بود، بسیار خوشحالم که مطرح فرمودید که مطرح بشود که بدانیم در کار خدمت به مردم که این بطون و عرض میکنم اصل دموکراسی است، موضوع شخص مطرح نیست، موضوع بایستی این ایگوها رو به دور بریزه، سرکوب بکنه و به میدان بیاد و رقیب برنده رو پشتیبانی بکنه به خاطر مردم. این خیلی خیلی اهمیت داره و عرض کنم که فضای دموکراتیک این رو به انسان تحمیل میکنه و انسان رو عرض میکنم که بسیار حلیم و صبور بار میآورد. امشب آقای کلینتون چنان سخن میران که گویی عرض کنم که از قلبش سخن میگفت و به راستی سنگ تمام گذاشت آقای بیل کلینتون که اوباما برو یک نابغه سیاسی خواند و به نظر من اغراق هم نکرد. جناب آقای مشیری خیلی ازتون ممنونم، میدونم دیر وقت اونجا شما آقای ما هم یه خورده با تأخیر به شما زنگ دادیم، سپاسگزار شما هستم. امیدوار هستم که هموطنان عرض کنم که کمک ها کرده باشند و بعد از اتمام این سخن هم تلفن ها رو بکنن. بله منم از این فرصت استفاده کنم شماره رو تکرار کنم 310-888-2811. مشیری جان ممنونم ازتون. شما عزیزم.